داستان سریال عشق فرشته ها. یامور وقتی که بچه بود از طرف مادرش در خانه سالمندان گذاشته می شود. یامور یه پسر باهوش و خوشقلب و مهربان است که آنجا بزرگ می شود و از طرف دیگه هم ملکی دختر مهربان و لجبازه. کسی که این دو را با هم روبرو می کند کسی جز مادر ملک، یعنی رقیه نیست. رقیه که از دست داماد و دختر بزرگش عصبانی است، میره خونه سالمندان زندگی بکنه و اونجا یامور رو میشناسه و نقشه هایی میکشه که این دو، یعنی ملک و یامور رو به هم برسونه. آیا در این کار موفق میشه؟ آیا اصلا اونا پیش هم خوشحال میشن؟ یه داستان هیجان انگیز به وجود میاد. نویسندگی و کارگردانی سریال عشق فرشته ها بر عهده ارسوی گولر قرار دارد که سریال هایی مانند عشق از نو، دخترم کجاست، تازه عروس و فیلم های سینمایی مانند سکس سلیم در کارنامه کاری خود ثبت کرده است. گلپر اوزدمیر متولد 27 آبان 1369 در فرانکفورت آلمان است. والدین گلپر اصالتاً اهل شهر سوسانوپ ترکیه هستند. پدر گلپر برای تحصیل در مقطع فوق لیسانس اقتصاد به فرانکفورت رفته و پس از آن مادر گلپر را پیش خود آورده است. مادر گلپر همزمان با تحصیل همسرش در فرانکفورت به کار مشغول شده و گلپر نیز در این شهر متولد شده است. گلپر در فرانکفورت دوستان زیادی از فرهنگ‌های مختلف همچون ایتالیایی، آلمانی، آفریقایی، ایرانی و غیره پیدا کرده است. او در دوران دبیرستان با تئاتر آشنا شده و پس از آن بر روی صحنه تئاتر رفته است. گلپر در 16 سالگی علی‌رغم مخالفت پدر و مادرش به تور دور دنیا رفته و از کشورها و شهرهایی همچون مالت، هندوستان، آفریقای جنوبی، دبی، پاریس، نیویورک دیدن کرده است. گلپر اوزدمیر تحصیلات خود را در دانشگاه تورمن استیپ گذرانده و به صورت همزمان هم کار کرده هم به بازی در تئاتر پرداخته است. او مدتی در فرانکفورت گارسون بوده، به آموزش بچه های اوتیسمی پرداخته و در تئاتر کودکان نیز مشغول به کار شده است. وی زمانی که به کار گارسونی مشغول بوده با یک اکیپ ترک از آژانس بازیگری آشنا شده است. اعضای این اکیپ به او گفتند که چهرهش خیلی زیباست و از گلپر درخواست کردند تا تعدادی از عکس‌هایش را برای تست با آنها بدهد. 3 سال از این دیدار گذشته و کسی با گلپر تماس نگرفته تا اینکه گلپر به نیویورک رفته و یکی از اعضای این اکیپ او را پیدا کرده است و پیشنهاد بازی نقش اصلی در سریال فلینتا را به او داده است. با این حال گلپر به خاطر درس‌های دانشگاه تنها 1 روز در هفته وقت آزاد داشته و نتوانسته وارد کادر این سریال شود. در نهایت گلپر پس از اتمام دانشگاه و دریافت مجدد پیشنهاد بازیگری وسایلش را جمع کرده و به استانبول آمده است. طبق گفته گلپر او وقتی وارد استانبول شده یک شوک فرهنگی را گذرانده و به راحتی به این شهر عادت نکرده است و بعدها به آن علاقه‌مند شده است. گلپر همچنین خود را شهروند دنیا معرفی کرده است و خود را متعلق به یک ملیت خاص نمی داند. گلپر اوزدمیر برای اولین بار با سریال دوست داشتن رو به من یاد بده به دنیای بازیگری قدم گذاشت و در کنار افرادی همچون کادیر دوغلو، صدا باکا، مصطفی اوتانداغ، ایلایدا آلیشان اولین نقش خود را تجربه کرد. او سپس در 3 سریال دیگر به نام‌های سرنوشت سیاه، اسیر و عشق فرشته ها نیز به هنرنمایی پرداخت. آخرین بازی گلپر اوزدمیر مربوط به سریال تو بگو کاردنیز و بازی نقش حازان است. از سایر بازیگران این سریال میتوان به اولاش تونا استوب، اویکو گورمن، ایرم هلواجی اغلو و گز کانسو اشاره کرد. برکای هاردال، او که اولین تجربه بازیگری خود را در سریال عروس استانبول در کنار اوزجان دنیز و آسلی اونور می گذرانده در زمینه بازیگری تحصیل کرده است و در این زمینه امید چیرا آتکان مربی وی بوده است.
برکای که قبلا آرزوی فوتبالیست شدن را در سر می پروراند و در باشگاه های خوبی هم به بازی پرداخته بود، به دلیل مصدومیت از دست یافتن به رویاها باز ماند. پدر وی نیز قبلا دروازه‌بان بوده است. بعد از این اتفاقات از طرف مزین کاراهان که یک مدیر برنامه است با برکای هاردال تماس گرفته شد و به او گفته شد که آنها به دنبال یک استعداد جوان می گردند. برکای نیز پیشنهاد آنها را قبول کرد و اینگونه وارد عرصه بازیگری شد. برکای هاردال در حال حاضر مجرد می باشد. تویگان آوانوغلو. تویگان متولد سپتامبر 1979 در ازمیر ترکیه است. این بازیگر کمدی کشور ترکیه قبل از حرفه بازیگری خود بازیکن حرفه بسکتبال بوده است. وی فعالیت خود را در سال 2014 با سریال کمدی آغاز کرد. سریال های کوز یلدیز ساخته 2019، The Daughter of War ساخته 2017، آیلا و سریال حیاتی تیلیک ساخته 2016 از کارهای مهم وی محسوب می شود. سرکان کورو. سرکان کورو بازیگر سریال، سینما و تلویزیون در 18 ژوئن 1978 در بورسا به دنیا آمد. او تحصیلات ابتدایی، متوسطه و دبیرستان را در بورسا گذراند. پس از فارغ التحصیل شدن در گروه الکترونیک صنعتی دانشگاه بلکسیر شروع به کار کردن در یک شرکت فناوری کرد. در سال 2005 وی در تئاتر و بازیگری در مرکز هنری مجدادگزن تحصیل کرد. سرکان کورو که تاکنون درگیر بسیاری از فیلم‌ها و سریال‌ها بوده است، در سال 2018 در سریال عشق نقش افسر علی چکیچ و در سال 2018 در سریال جنگجو نقش آواز را بازی کرده است. اویا باکار در سن 8 سالگی در تئاترهای شهر شهرداری استانبول شروع به کار کرد. پس از اتمام تحصیلات خود در استانبول در تئاترهای مختلف کار کرد. او در بسیاری از تئاترهای دیگر مانند تئاتر استانبول و تئاتر علی پویاز و جلو به ویژه کاباره شترمرغ کار کرد. او سریال‌های تلویزیونی ساخت. وی از سال 1986 که جایگاه مهمی در حرفه خود پیدا کرد، با همسر خود به عنوان بازیگر، کارگردان و تهیه کننده در مجموعه های تلویزیونی همکاری کرد. وی که در سال 2007 پس از بیماری سرطان سینه از کار خود دست کشید، از بیماری خود جان سالم به در برد. به تازگی او به سینماهای شهر بازگشت و بازی موسیقیایی انجام داد. او به طور جدی در تلویزیون و تئاتر فعالیت می کند. با کار در سال 1985 ازدواج کرد و دارای دو فرزند است، زوج کارکا و بویار، که تصمیم به طلاق در سال 2000 گرفتند. در سال 2001 مجدداً ازدواج کردند، اما در سال 2005 مجدداً طلاق گرفتند. وی پس از درگذشت همسر سابق خود در سال 2015 گفت: من 35 سال با او بودم، 35 سال از زندگی من گذشته است. دیدم بالچین. دیدم بالچین متولد 18 می 1982 در شهر آنکارا کشور ترکیه می باشد. او در رشته تاریخ و جغرافیا از دانشگاه آزاد آنکارا فارغ التحصیل شده است. دیدم بالچین فعالیت بازیگری خود را از سن 4 سالگی با حضور در سریال اورکاک اوکادار در سال 1986 شروع کرد و تا به امروز در این عرصه فعالیت دارد. دیدم بالکین بازیگر ترکیه سریال عشق فرشته ها در کنار برکای هاردال ایفای نقش کرد. دیدم در سال 2013 دوره پرتلاشی را در عرصه سینما و تلویزیون گذراند و در اثر مهمی بازی کرد. اثر مهم دیدم در این سال بازیگری در فیلم دنس وید جکسال 2 به کارگردانی مراد سکر محسوب می شود که توانست با مهارت خود آن نقش و همچنین خودش را در میان مخاطبان سینما
مطرح کند. وی با بازی در این سریال و همکاری در کنار بازیگرانی نظیر تیمور آکار، ایلکر آیریک، سرکت و موراک بر تجارب او افزود. علی خان آراچی بازیگر سینما، تبلیغات و سریال. این بازیگر متولد 1989 در استانبول است. پس از تحصیلات در رشته مهندسی در دانشگاه استانبول از دانشگاه فنی یلدیز فارغ التحصیل شد. این بازیگر که در سن جوانی با تئاتر آشنا شد، ضمن ادامه تحصیل در رشته های تئاتر دانشگاه ها تحصیلات خود را ادامه داد تا به امروز عشق و مجازات، قلب من شما را انتخاب کرده است، برای پدر من، کاخ امروز و زندگی گاهی اوقات شیرین است از سریال ها و فیلم های تلویزیونی است که او در آن به ایفای نقش پرداخته است. او همچنین در فیلم تلویزیونی نیازی بیگ بازی کرد. فیلم سودا فیش آخرین فیلمی بود که وی در آن به نقش آفرینی پرداخته است. علی خان آراچی که تاکنون در حدود 10 سریال تلویزیونی، فیلم و تبلیغات را کار کرده است، در سریال عشق فرشتگان شخصیت سر کانالاگوز را بازی کرده.